با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 11 ماه دلو سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 31 ماه جنوری سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. تدابیر شدید امنیتی برای تامین امنیت پایگاه‌های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری. پیوند امضای پیمان امنیتی با میراث پس از دوره کاری رئیس جمهور کرزی. نگرانی جدی شهریان کابل از افزایش دزدی های مسلحانه در بخش های از پایتخت. تاکید پاکستان بر آغاز بیدرنگ گفتگوها با تحریک طالبان پاکستانی و انتقاد از نبود یک سیاست روشن در بخش معادن کشور. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت امور داخله از تدابیر شدید امنیتی برای تامین امنیت پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری خبر میدهد. کمیسیونی که برای تامین امنیت انتخابات ایجاد شده است میگوید که برای تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونانشان در حدود 385 نگهبان گماشته شدند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پیش از آغاز پیکارهای انتخاباتی نشست با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نهادهای امنیتی درباره امنیت این دوند خواهد داشت. روز یک شنبه کشور گویا آغاز پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری است و 11 نامزد ریاست جمهوری طرح و برنامه هایشان را به مردم روشن خواهند ساخت. کمیسیونی که برای تامین امنیت انتخابات به ویژه تامین امنیت نامزدان ایجاد شده است، از تدابیر جدی برای تامین امنیت نامزدان ریاست جمهوری و معاونانشان خبر می دهد. کلاس شد بیشتر از طرف نماینده محترم ریاست جمهوری البته رسما برای ما خبر داده میشه و بعدا نیروهای امنیتی ما با تشریک مسئله امنیتی ملی و دیگر نیروهای امنیتی البته تدابیر مشخص امنیتی را در جریان کمپاینا البته مکلف هستند که در سرتاسر کشور در هر جایی که کاندیدای محترم ما کمپاین خود دارن تدابیر امنیتی از وارا البته بگیرن. برای تامین امنیت هر نامزد ریاست جمهوری 15 نگهبان و برای هر یک از معاونانشان 10 نگهبان گماشته شده است و روز شنبه برای هر نامزد یک محتر زری با یک محتر تعقیبی داده خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که همزمان با آغاز پیکارهای انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات با نامزدان ریاست جمهوری در نشست با مقامهای بلندپایه نهادهای امنیتی چگونگی تامین امنیت انتخابات و تامین امنیت پیکارهای انتخاباتی نامزدان را به بررسی خواهند گرفت. پلان دارو چی راتون که هفته پاوایلو که دوباره هم دوی سره و نشست ولرو په دوی باندې بحث وکړو، بالخصوص امنیتی تدابیر باندې، د دوی د کمپاین امنیت، د دوی شخصي امنیت، د دوی د حامیانو امنیت او د ټاکنو امنیت باندې بحث وسی، په دې کې د وزارت داخلي محترم وزیر صاحب رئیس د امنیتي ملي او رئیس د وزیر د دفاعي ملي او رئیس د شورای امنیتي ملي او ارګانهای محل په دې کې دعوت سوي دي چې تر څو د کاندیدانو هغه پښتنې او نگرانی چې دوی لري مستقیم دوی سره شریک سي. با این همه مشاور امنیتی ملی به مردم اطمینان می دهد که حکومت از هیچ تلاشی برای برگزاری و تامین امنیت انتخابات دریغ نخواهد کرد. ما تمام تدابیری که در حدود در توانایی داریم اتخاذ کردیم. هر روز یک شنبه در دستور شورای امنیت ملی افغانستان چگونگی تامین امنیت انتخابات وجود دارد، ما هر روز ارزیابی می کنیم، به سخن غرب زدگان اطلاعات خود اپدیت می کنیم، بروز می کنیم اطلاعات خود که ببینیم اوضاع امنیتی چگونه است و تمام تلاش انجام داده میشه. ما کدام نگرانی ندارم، همی افغانستان است، در همی افغانستان ما با بحران هایی که است ما باید یک انتخابات آزاد و با امن برگزار بکنیم. روز یک شنبه 13 ماه دلو پیکارهای انتخاباتی نامزدان آغاز خواهد شد و تا 13 ماه عمل ادامه خواهد داشت. مردم انتظار دارند تا طرح ها و برنامه های 11 نامزد ریاست جمهوری برایشان روشن شود. تنها دو ماه دیگر با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مانده است و مردم افغانستان برای نخستین بار گواه انتقال قدرت سیاسی از یک شخص به شخص دیگر خواهند بود.
در این حال برای پیکرهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ولایت کندهار تدابیر ویژه امنیتی گرفته شده است. فرمانده پلیس ولایت کندهار میگوید که نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نباید هیچ گونه نگرانی از ناامنی در هنگام پیکرهای انتخاباتیشان در این ولایت داشته باشند. زمان اندک به آغاز پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است. نهادهای امنیتی ولایت کندهار نیز برای تامین امنیت این نامزدان در جریان پیکارهای انتخاباتی از آمادگی های این نهادها سخن می زنند. چون تدابیر چیز مرپا واسه پرای اگه اخری کوشش که بود چه دادی امنیت واسه تو او دادی دا تبلیغات دا پاره دیدی پا کلو کریوی که کرزی دا اگه دا امنیت پاره. به باور فرمانده پلیس کندهار باید از چگونگی برگزاری پیکارهای انتخاباتی به نهادهای امنیتی خبر داده شود، زیرا مخالفان مسلح در این ولایت در پی آنند که روند انتخابات را مختل سازند. برخپل سربندی چه دی جی مور خبر نیو نو دغه به ځینې مشکلات را مبین ځکه خو موږ د خلکو سره د دې څه د غوښتنه ده چې دوی د پولیس سره په همنګي باندې دا کار مخته بیسي او د دې کوم مسلین چې دی د ولایتي دفترو چې هغه د پولیس سره همنګیي نو انشاءالله موږ پوره اطمینان ورکړو چې څه شوی نه. فرمانده پلیس کندهار میگوید که برای تامین بهتر امنیت انتخابات تمامی نیروهای پلیس را که در مرکزهای آموزشی این ولایت مصروف آموزش هستند به مرکز و ولسوالی های این ولایت خواهد فرستاد. رئیس جمهور کرزای امضای پیمان امنیتی را با واشنگتن با میراث پس از دوره کاریش پیوند میداد. آقای کرزای به بی بی سی میگوید که هر رهبر نگران میراث بجا مانده از خودش است و وی نیز نمیخواهد که کار کند که در آن سود افغانستان نباشد. Of course I don't want to sign something that I don't think is good for Afghanistan. البته که من نمیخوام چیزی را امضا کنم که در شرایطی به سود افغانستان نیست. اگر این پرسش میراث من است، یک پرسش مشروع است. چرا یک رهبر پس از مأموریتش با امضا کردن چیزی میراث بدی به جا بگذارد؟ در این رابطه حتی در فکر کسانی که در امضای این پیمان دیدگاه مثبت دارند شکی می تواند باشد. اما نه خیر، در گام نخست این کار در رابطه به میراث من نیست. این چیزی است که من میخواهم با امضای این پیمان با امریکایی ها به مردم افغانستان بیاورم. در یک ماه گذشته دزدی های مسلحانه در بخش از شهر کابل افزایش یافته است. شمار از باشندگان شهر کابل با نگرانی از افزایش این دزدی های مسلحانه میگویند که دزدان با استفاده از نام نهادهای امنیتی با خانه هایشان میآیند و پس از لتوکوب پول های آنان را با خودشان میبرند. آزمارش در این باره گزارش تهیه کرده است که نشان میدهد مردم برای تامین امنیت خانه هایشان از شام تا بام از خانه هایشان نگهداری میکنند. در گوشه ای از پایتخت آمدم، در منطقه انگرای کابل، جایی که فاصله چندان دوری با کمربندهای امنیتی شهری هم ندارد. اما مردمان این محل ادعا دارند که دزدان هر شب در میان برای دزدی به خانه هایشان می آیند. مردم این میجا برادر شش بیگاه جمع میشه تا شش صبح. مردم از کاری خود میمونه، از غریبی خود میمونه، اینجا منطقه خود پیره میکنه، منطقه ناامن. متاسفانه ما هر شب در این منطقه دزدی میشه. این مردمان برای تامین امنیت خودشان غرفه هایی را هم مانند پاسگاه امنیتی بر سر بام خانه هایشان ایجاد کردند. ما گفته این مردم این محل آنان هر شب ماموریتشان را پس از ده شب برای تامین امنیت و شناسایی دزدان در این غرفه ها آغاز می کنند. اینجا نایه 15 منطقه انگرای کابل است، جایی که مردمان این محل خودشان برای تامین امنیتشان این گونه غرفه ها را ایجاد کردند و از ده شب تا به صبح در این قلفه ها نشستند و خودشان امنیتشان را تامین می کنند. عجیب به نظر می رسد که دزدان حتی از این مسجد هم دریغ نکردند. بخاری برقی و قالین این مسجد را نیز دزدیدند. این هم دزدی بسیار ما اینجا در مجد هم پیره می کنیم. این در کچه هم پیره می کنیم. جنجال ما بسیار زیاده. بخاری و لاسپیکر و مثلا وسایلی که صدا را وصل میکنه به لاسپیکر اما را غارت کردن بردم. کمبود نیروهای امنیتی از علتهای بنیادی این موزل پنداشته می شود. ما روز در کار میریم و شب زرد مستراحت کنیم، ولی شب باید سربان بلاشیم وظیفه پلیس انجام بدیم. ما از حکومت خواهش داریم امنیت ما رو بگیره. ما مردم بسیار غریب مردم هستیم، چی کنیم؟
در این حال فرمانده پلیس کابل از برنامه‌های تازه برای بازداشت دزدان در بخش‌هایی از کابل خبر می‌دهد. این سرقت ها به او اندازه نیست که مثلا قابل کنترل نباشه، کاملا قابل کنترل است. در دشت برچی یا در هر سایه کابل که باشه قوت های ما زود عمل میکنند، مثلا میرن گزمه بسیار خوب انجام میتن، شب تا صبح میگردن، قوت های ویژه و اضافی ما میبرای گزمه میکنن. منطقه انگران تنها جایی نیست که مردمانش از فعالیت های دزدان به سطح آمدند، بل بخش های دیگر پایتخت نیز گواهی رویدادهای مشابه هستند. چنان که گفته می شود شب گذشته در ناحیه دوم کابل دزدان توانستند ساعتها با پلیس درگیر شوند و سرانجام از 4 دزد 1 تن آنان بازداشت شده است. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان وزارت های افغانستان را به ناتوانی در حسابدهی مصرف کمک های اداره توسعه آمریکا متهم می کند. بازرس ویژه آمریکا می افزاید که با وجود این هم اداره توسعه ایالات متحده آمریکا به این وزارت ها کمک های مالی می کند. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا این بار از ناتوانی وزارتخانه های افغانستان پرده برمی‌دارد. پرده برداشته است که وزارتخانه های افغانستان توانایی حسابدهی کمک های اداره توسعه ایالات متحده یا USAID را ندارند. انتقادش هم از USAID همین است که با این وجود هنوز هم به وزارتخانه های افغانستان کمک های مالی می کند. سیگر میگوید که حکومت افغانستان نمیتواند کمک های مالی را درست تنظیم و از آن صورت حساب مناسب ارائه کند. با وجود آن هم اداره توسعه ایالات متحده آمریکا با در نظر داشت اصول خود قرارداد کمک های مستقیم را با افغانستان عقد می نماید. شورای ملی در ضمن این که نقش نظارتیشان متاسفانه در کل هم ضعیف است، تنها در بخش بودجه رسمی دولت، در قسمت بودجه ملی بعضی نظارت های را میتونه انجام بده، اما در رابطه با چگونگی مصارف کمک های مؤسسات و مفیدیت از اونا متاسفانه تا هنوز کار انجام داده نتونست. حکومت افغانستان اما می خواهد که کمک های خارجی را خودش به مصرف برساند. رئیس جمهور کرزی بخش بزرگی از فساد مالی را به نهادهای خارجی پیوند داده است. سیگر تاکید می ورزد که USAID کنگرس را از روبرو بودن این کمک ها با خطر در وزارتخانه های افغانستان با خبر نساخته است. متاسفانه چون ساختار نظام ساختار مصلحتی است، در اینجا هم ظرفیت های محدودی هم که وجود دارن نمیتونن پاسخگو در برابر خواست های مردم باشه و نمیتونن آنچه که به عنوان امکانات در خدمتشان قرار میگیره او رو به شکل درست مصرف بکنن. در واقع تمام تلاش ها به خاطر اقناع کردن آرزومندی های اشخاص مشخص که در حریم قدرت هستن مصرف میرسه، به لحاظ آرزومندی های مردم برآورده نمیشه. اما اداره توسعه ایالات متحده آمریکا در واکنش به پخش این گزارش سیگر میگوید که سیگر از یک بخش واقعیت ها که همان اقدامات این اداره برای جلوگیری از حیف و میل شدن این کمک هاست در این گزارشش چشم پوشی کرده است. USAID می افزاید که این اداره خطرهای احتمالی را در مصرف کمک‌هایش به وزارتخانه های افغانستان تشخیص داده است و در این باره گام‌هایی را نیز برداشته است. ظاهراً سیگر از همه ماجرا در مصرف این کمک‌ها بی‌خبر بوده است. USAID تأکید می‌ورزد که سیگر از مصرف نادرست، تقلب و استفاده سوء از کمک‌های مستقیم به وزارتخانه های افغانستان یادآور نشده است. ادامه این خبر هاست. تولو و شبکه جهانی تولو نیوز. نخست وزیر پاکستان بر آغاز بیدرنگ گفتگوهای صلح با تحریک طالبان پاکستان تاکید می‌ورزد. نواز شریف امروز به کمیته 4 نفری دستور داد تا زمینه گفتگوهای صلح را با طالبان پاکستانی فراهم سازد. این درخواست در حال صورت می‌گیرد که امروز در انفجار در شهر کوئته پاکستان 3 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. نخست وزیر پاکستان بعد درخواست تحریک طالبان پاکستان برای آغاز گفتگوهای صلح پاسخ مثبت داد. نواز شریف و روز جمعه در نخستین نشست کمیته 4 نفری که مسئولیت رهبری گفتگوهای صلح با طالبان را بر عهده دارد حضور یافت و خواستار آغاز کار بیدرنگ این کمیته برای گفتگوهای صلح با طالبان شد. عرفان صدیقی مشاور امور ملی نخست وزیر پاکستان، رحیم الله یوسفزای خبرنگار پاکستانی، رستم شام
هومن سفیر پیشین پاکستان در افغانستان و امیرشاه یک مقام پیشین آیسای یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان اعضای این کمیته هستند که مسئولیت گفتگوهای صلح با تحریک طالبان را بر عهده دارند. قرار است این گروه با همکاری وزیر داخلی پاکستان کارشان را برای گفتگوهای صلح با طالبان آغاز کنند. از سوی دیگر مقام‌های نظامی پاکستان میگویند که آموزش نیروهای امنیتی این کشور برای خنثی‌سازی ماین‌های جاسازی شده در بخش‌های قبایلی هممرز با افغانستان افزایش یافته است. این مقام‌ها می‌افزایند که طالبان به گونه بی‌رحمانه بم‌ها و ماین‌ها را در بایسکل‌های کودکان و حتی شاخه‌های درختان جاسازی می‌کنند. نزدیک به 70% از بیماران قربانیان بمب‌ها و ماین‌های جاسازی شده هستند و قربانیان با قطع عضو، زخم در ستون فقرات و صدمات ناشی از ضربه مغزی روبرو هستند. این گفته‌های رئیس انستیتیوت توانبخشی نیروهای مسلح پاکستان در حال ابراز می‌شوند که یگانه پیش شرط نخست وزیر پاکستان به طالبان این است که در جریان گفتگوهای صلح نباید دست به انجام حمله‌های هراس‌افکنانه بزنند. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. 35 تن در تازه‌ترین خشونت‌های فرقه‌ای در جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند. کمیته جهانی صلیب سرخ می‌گوید که این افراد در جریان 3 روز گذشته جان‌هایشان را از دست دادند. خشونت‌ها در جمهوری آفریقای مرکزی در حال ادامه دارند که فرانسه برای پیکار با شورشیان شمار سربازانش را در این کشور به 1600 تن افزایش داده است. دور نخست نشست جهانی ژنو 2 امروز در سوئیس پایان می‌یابد. هرچند گفتگوها میان نمایندگان حکومت سوریه و مخالفانش در این نشست پیشرفت نداشتند، اما سازمان ملل متحد برای دور بعدی این گفتگوها خوشبین است. گفته می‌شود که دور بعدی گفتگوهای صلح سوریه به روز 10 ماه فوریه برگزار خواهد شد. اعتراضات ضد حکومت در اوکراین هنوز هم ادامه دارند. در حالی که رئیس جمهور اوکراین به علت عفونت تنفسی به مرخصی رفته است، اما تنش‌های سیاسی و اختلافات میان حکومت و مخالفانش هنوز هم ادامه دارند. در همین حال یک رهبر مخالف حکومت اوکراین که از یک هفته به این سو ناپدید بود، امروز به حالت زخمی توانست از نزد ربایندگان فرار کند. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. در نبود یک سیاست روشن در بخش معدن، سپردن پروژه های معدن به بخش خصوصی سبب مشکلات در این بخش می شود. شمار از آگاهان اقتصاد می گویند که حکومت در 12 سال گذشته نتوانسته است که یک سیاست کارآمد را در بخش معدن کشور عملی سازد. اما وزارت معدن می گوید که در حال حاضر این وزارت یک سیاست روشن در بخش معدن دارد. شمار از آگاهان اقتصاد میگویند نبود سیاست روشن و کارا در بخش معادن سبب کندی کار پروژه های معادن در کشور شده است. آنان میگویند در حال حاضر حتی قانون معادن نیز وجود ندارد، در حالی که ده ها سرمایه گذار خارجی چشم برای تصویب شدن بیدرنگی این قانون و سرمایه گذاری در افغانستان هستند. یو معین دی معادن و پالیسی باید موجود وی دی اقتصادی و عمومی پالیسی دی او برخی پایس، اما دانشته دی لارخود فکر دلته موجود نده، پالیسی او استراتژی ورته موجود نده. په دې خاطر باندې دا مشکلات را برسیره شوی دي، او په راتلونکي کې هم که چیرې دوی یو پوخ بنسټ په نظري لحاظ او په عملي لحاظ ورته پیدا نه کړي، دا امکان موجود نه دی چې افغانستان د خپل د معدنو څخه په سمه توګه ګټه پورته کړي. وزارت معدن و پتروليوم افغانستان جزء از وزارت‌های حکومت افغانستان است که از لحاظ کمیت و کیفیت پالیسی و قوانین نافذه دارای غرامندی دوچندان است تا دیگر مراجع. بنابراین قانون موجود و پالیسی‌های من تدوین شده است. این در حالی است که این آگاهان میگویند ارزش بخشی از ذخایر مدنی کشور تا 3000 میلیارد دلار تخمین شده است و اگر مواد مدنی این ذخایر استخراج و در کشور پروسس شود، گذشته از ایجاد جای کار برای هزارها شهروند کشور، افغانستان از این بخش میلیاردها دلار درآمد خواهد داشت. و اینکه یک کارخانه بزرگ پروسس نمک در ولایت هرات آغاز به کار کرد. مسئولان این کارخانه میگویند که تولیدات این شرکت برابر با معیارهای جهانی است و تا 2 سال دیگر این کارخانه میتواند
بخش زیاد از نمک مورد نیاز کشور را تهیه کند. در این حال مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری های هرات میگویند که کارخانه هایی که دو سال پیش فعالیت هایشان متوقف شده بودند اکنون دوباره آغاز به فعالیت کردند. و اکنون این هم سمیر رسا با تازه های از جهان ورزش. خوش آمده سد. تشکر میکنم شجاع. خبرهای خوب ورزشی هم داریم. رقابت های مویتای در کابل برگزار شد. رقابت های بزکشی در پنشیر برگزار شد. بله. و شجاع از رسوایی کریم بنزما و فرانک ریبری هم قبلا خبر پخش بله. شد. اما امروز دادگاه هر دو را بیگناه اعلام کرد. اما ای که چی از جزئیاتش پس از وقفه تقدیم دوستان میکنم. سلام دوستان، این هم چند رویداد ورزشی. رقابت‌های انتخاباتی مویتای جام وحدت ملی امروز در کابل آغاز شدند. این رقابت‌ها با حضور 200 مبارز از 25 باشگاه برای دو روز برگزار شدند. در پایان رقابت‌ها 16 چهره برتر به تیم منتخب مویتای کابل دعوت فن شد. این ورزشکاران می توانند به رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی مویتای نیز شرکت کنند. عنوان قهرمانی هفته ششم رقابت‌های بزکشی ولایت پنشیر به تیم سفید شیر رسید. این رقابت‌ها با حضور 180 چاپانداز از 5 ولسوالی ولایت به شمول یک تیم از کابل در این ولسوالی برگزار شده بودند. برازیل 2.3 میلیارد دلار را برای میزبانی بازی‌های المپیک 2016 میلادی اختصاص داده است. برازیل این مبلغ را برای اجرای پروژه‌های میزبانی المپیک اختصاص داده است و این رقم ممکن است افزایش یابد. در حال حاضر چشم‌ها به میزبانی برازیل برای جام جهانی فوتبال که تا چند ماه دیگر در این کشور برگزار خواهد شد دوخته شده است. 50%, 60%. برای نخستین بار فدراسیون جهانی بسکتبال توپ ویژه‌ای را برای جام جهانی بسکتبال طراحی کرد. شرکت مولتن یکی از تمویل کنندگان فدراسیون جهانی بسکتبال توپ مخصوص این دوره از رقابت‌ها را با توجه به نشانه این دوره طراحی کرده است. این شرکت یکی از تولید کنندگان وسایل ورزشی است که در حدود 30 سال با فدراسیون جهانی بسکتبال همکاری دارد. بازیکنان راسینگ سانتاندر با نشانه اعتراض در دیدار در برابر رئال سوسیداد حاضر نشدند. در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اسپانیا دیشب راسینگ سانتاندر میزبان رئال سوسیداد بود، اما بازیکنان سانتاندر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان از حضور در این بازی ها خودداری کردند. این بازیکنان که مدت هاست دستمزد نگرفتند با حمایت هوادارانشان تنها در میانه میدان حاضر شدند و سپس به داور مسابقه اعلام کردند که قصد شرکت در این دیدار ندارند. دادگاه در فرانسه فرانک ریبری و بنزما را که متهم به برقراری رابطه غیر اخلاقی شده بودند بیگناه اعلام کرد. این دو بازیکن فرانسوی در سال 2009 متهم به رابطه جنسی با دختر نوجوان 17 ساله بودند. این دادگاه در یک نشست هر دو بازیکن را بیگناه شناخت. فرانک ریبری در باشگاه بایرن مونیخ و کریم بنزما در تیم رئال مادرید توپ میزنند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان میکند. فردا کابل بارندگی، بلندترین درجه حرارت 7، پایینترین 1. مزار شریف بارندگی، بلندترین درجه حرارت -2، پایینترین -12. کندهار نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18، پایینترین 6. جلال آباد بارانی، بلندترین درجه حرارت 14، پایینترین 8. و شهر هرات نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت -3، پایینترین -12. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلو و شبکه جهانی طلو نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.